بسم الله الرحمن الرحیم در هفته ای که گذشت علی رغم اینکه در بسیاری از مناطق جهان ما شاهد توسعه این ویروس بودیم و مشکلات فراوانی رو در برخی از کشورها مشاهده کردیم به حمد با همکاری خوب مردم عزیز کشورمون و مراعات ها روند به همدلله روند کاهشی بوده و در مجموع آماری که امروز داده شد نشون داده شد که تلاشی که در آذر انجام گرفت شرایط مناسبتری رو به وجود آورد 80 درصد بستری ها کاهش پیدا کرده 70 درصد از فوتی ها کاهش پیدا کرده رقم بسیار ارزشمندیه حالا گرچه هنوز ما نرسیدیم به اون نقطه مطلوب هنوز باید تلاش های خودمون رو ادامه بدیم تا به نتیجه برسیم انشالله. اما در این حال همکاری مردم باعث شد که امروز جزو مصوبات ما یک وضعیت جدید هم اضافه شد به وضعیت قرمز نارنجی و زرد و اون شرایط وضعیت آبی بود برای مناطق زردی که تعداد بیماری های کرونای مثبت دو در صد هزار خواهد بود و شرایط هم به سمت شرایط نزولی خواهد بود اون مناطق رو آبی ما اعلام میکنیم که در مناطق آبی تقریبا همه کسب و کارها فعالیت خودشون رو انجام میدن البته در مناطق زرد هم با مراعات پروتکل های شدید انشاءالله کسب و کارها اجرا میشه و ادامه پیدا میکنه اما در این حال مسئله پایدارسازی شرایطی که امروز بش رسیدیم که خدای نکرده بر نگردیم به شرایط سخت گذشته و همچنین اقدامات پیشگیرانه برای اینکه ما انشاءالله وارد موج چهارمی نشیم تا پایان سال انشاءالله مشکل نداشته باشیم اینها جزو ضروریت است که مورد تأکید همه ماست یعنی باز هم در وسایل حمل و نقل عمومی در دور همیها در اجتماعات خیلی این مسئله مهمه و ترددهایی که غیر ضرور هست و لازم نیست خب در جلسه هم گله های مطرح شد نسبت به برخی از اجتماعاتی که نمی بایست این اجتماع به اون صورت انجام می گرفت و خب همه تلاش ما اینه که زحماتی که تا کنون کشیده شده خدای ناکرده مواجه با خطر نشه مجموعا ما برای اینکه موفق شیم در این مبارزه با این ویروس یک مجموعه کارهایی باید انجام بدیم که هر یک از این مجموعه ها آسیب ببینه ما رو با خطر مواجه میکنه یعنی همطوری که ماسک زدن ضروری است فاصله گذاری هم به همون نسبت لازم است دور همی هم به همون نسبت نباید باشه اجتماعات هم به همون نسبت باید مراقبت بکنیم که اجتماعاتی تشکیل نشه همه اینها حلقه هایی رو تشکیل میدن تا مانع بشن از اینکه این ویروس گسترش پیدا بکنه و هر یک از این حلقه ها اگر ضعیف بشه کل مدیریت رو از بین میبره من گاهی مثال تو ذهنم هست تو مسائل امنیتی حالا اینم جزو اون مسائل میگم اگر ما مراعات نکنیم در مسائل امنیتی و حالا اینجا در مسائل بهداشتی هر عددی ما پیدا کنیم ضرب در صفر میشه و عدد وقتی ضرب میشه در صفر میشه صفر نتیجهش و بنابراین همه آثار و نتایج رو از بین میبره بنابراین این مجموعه باید مورد مراعات ما باشه و استمرار هر دوی اینها برای ما مهمه ضمن اینکه خدمت مردم عزیز عرض می کنم که محدودیت های شدیدی که ما ناچار میشیم گاهی به وجود بیاریم مشکلات فراوانی رو ایجاد میکنه در زندگی مردم مشکل ایجاد میکنه در اقتصاد مردم در فرهنگ جامعه اما به هر حال چاره نیست و ما باید کاری بکنیم که این زمان محدودیت های شدید رو به حداقل ممکن با همکاری با همدیگر کاهش بدیم